درود می‌فرستم به ملت شریف ایران، مردم بزرگوار ایران، مردم شجاع، قهرمان و حماسه‌ساز ایران که این روزها ایران رو به قوقاکده‌ای تبدیل کردن. دم همه مردم ایران گرم که این نظام فاسد، آدمکش و آدمربای اسلامی رو به فضاحتی رسوندید که روزهای پایانش دارن نزدیک میشن و حیات کثیف این نظام در حال پایان یافتنه. پیروزی نزدیک است و مردم ایران در آینده بسیار نزدیک جشن پیروزی برپا خواهند کرد و اون افراد و اون مزدورانی که با مردم ایران نبودن قطعا روز حساب خواهد رسید و مردم ایران سراغ تک تک اون آدم ها خواهند رفت. درود بر مردم شریف ایران. خدمتون عرض بکنم که دیدم که آقای کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی نظام اسلامی، چون تیم ملی مردم ایران که نیستش دیگه، تو یک مسابقه اعلام کردن که ازش درباره تیم ملی بحث کشتار مردم ایران توسط نظام اسلامی و اینکه شاید مثلا ایران در جام جهانی نباشه، حالا ازش پرسیده بودن، ایشون در بهت و حیرت گفته بود که مصاحبه کرده و گفته بود که ما سیاسی نیستیم و جواب خبرنگار رو با همین کلمه نداده بود و یه جورایی خبرنگار رو دست به سر کرده و رفته بود. بله آقای کیروش، شما سیاسی نیستید، ما میدونیم سیاسی نیستید، همه میدونن سیاسی نیستید، اما حمایت از مردم مظلوم و بیپناه ایران، حمایت از جوانانی که این روزها به خاک و خون کشیده میشن، با عنوان یک انسان هیچ ربطی به دانش سیاسی داشتن یا نداشتن نداره. شما انسان هستید، درست آقای کیروش؟ این صحنه ها رو آیا میبینید دلتون به درد نمیاد؟ اگر انسانی این صحنه های کشتار وحشیانه مردم ایران رو ببینه و تکونی نخوره، بدنش به لرزه در نیاد، عذر میخوام اون فرد انسان نیست. آقای کیروش، دلارهای مردم ایران رو شما دارید میگیرید، دارید با همکارانتون کیف میکنید، با آقای تاج و آقای نبی و افراد دیگه ای که دست در دست حکومت دارن دارید گعده میکنید، بعد میگید سیاسی نیستید. مردم ایران هم از شما انتظار ندارن که بیاد وسط میدون، اما میتونستید حداقل تو الان یه مطلب، یه استوری، یه چیز کوچیکی که حداقل مردم ایران، ما میدونیم شما چه شرایطی دارید. دلارهای مردم ایران خوبه، شرایطی که در ایران برای شما ایجاد شده خوبه، اما زمانی که قرار از مردم ایران حمایت بکنید به عنوان یک انسان، در ظلمی که به مردم ایران داره روا داشته میشه، اون موقع شما با سیاسی کاری میاد میگیم ما سیاسی نیستیم، شما سیاسی هم هستی های کرش. مردم ایران دقیقا تو خاطرشون میمونه که چه افرادی باهاشون بودن، چه افرادی باهاشون نبودن. مردم ایران پای شما وایسادن آقای کیروش، اینو تاریخ نشون داده و زمان مشخص میکنه، اما شما یک ثانیه و یک لحظه برای مردم ایران قدم بر نداشتید، وای نستادید. چقدر مردم ایران تلاش کردن که شما برگردید، در رسانه‌های مختلف مصاحبه کردن، در جایی که آقای دراگون اسکوچیچ نتیجه میگرفت اما مردم ایران باز میگفتم ما به یه مربی بزرگ در جام جهانی مثل کارلوس کیروش نیاز داریم. اونا معرفتشون رو به خرج دادن و حق مشتیگری رو در حق شما تموم کردن، اما شما بی معرفتی کردید. مطمئنا این دنیا چرخ گردونه. اون افرادی که با آقای کیروش دارن کار میکنن، بهش یاد میدن یا با هم دیگه گعده دارن میکنن، تاریخ در مورد اونها قضاوت خواهد کرد. شما جای درست تاریخ قرار نگرفتید آقای کیروش. من به عنوان یه ایرانی دارم عرض میکنم، دل همه ما رو سوزوندی آقای کیروش. اصلا فوتبال اینجا کاری نداره، هیچ کس از فوتبال صحبت نمیکنه، چون زمانی که من میبینم مهرشاد 19 ساله با خاک و خون کشیده میشه، مهسا امینی اونجوری کشته میشه، جوانان و نوجوانان ایرانی اونجوری به خاک و خون کشیده میشن، توی گونی میذارن این جوانان رو، میبرن، میشه در مورد فوتبال صحبت کرد؟ شما این صحنه ها رو میبینید تکونتون میده این صحنه ها، اگه تکونتون نده که واقعا فاجعه است.
بگذارید مردم ایران در مورد شما درست قضاوت بکنن، جای درست تاریخ قرار بگیرید. گفتم فوتبال نیست، من فوتبالی صحبت نمی کنم، اما کاش یک کمی معرفت به خرج میدادید. مردم ایران خیلی دوست داشتنیه، اما شما بی معرفتی گهیدای کیروش. اگه من دارم بیراه میگم یا دارم غلط قضاوت میکنم، بیا جواب بدید، اما خودتون میدونید با مردم ایران چه کردید. مردم ایران دمتون گرم، همیشه پیروز و پایدار باشید. شب و روزتون خوش.